درود بر شما به محور خوش آمدید که جهانی در تازه ترین گزارشش میگوید نرخ تورم در افغانستان کاهش یافته در گزارش این نهاد آمده که تورم نرخ ها در افغانستان تا ماه مارچ 2023 میلادی به یک اشاری 9 درصد کاهش یافته در همین حال وزارت اقتصاد تطبیق بهتر سیاست های پولی افزایش درآمد و افزایش صادرات را از عوامل کاهش نرخ تورم در کشور میداند بانک جهانی در گزارش تازهش گفته است که شمار از کشورهای منطقه با ویژه افغانستان با بحران اقتصادی روبرو است و این بحران سبب کاهش رشد اقتصادی در کشور شده است. در بخش از این گزارش از کاهش نرخ تورم نیز گفته شده است بر بنیاد آمارها تورم نرخ در افغانستان تا ماه مارچ 2023 میلادی به 1.9 درصد کاهش یافته است اقامت کومک هاي انكشافي جامعه جهاني تغیرات اقلیمی او خوشحالیای پیغام تاثیر منفی خوده بولای رشد اقتصادی کشور به جا گذاشته ول با ان هم از طریق سیاستگذاری موفق اقتصادی در عملکرد یکتداد از شخصای مهم اقتصادی از قبیل ثبات ارزش افغانی کاهش نرخ تورم افزايش صادرات و واید ملی تغیرات مثبت به میان آمده است در همین حال برخی از آگاهان مسائل اقتصادی به این باور هستند که به علت بیکاری، کاهش درآمد خانواده ها و رشد پایین اقتصادی فقر در کشور افزایش یافته است. ملل متحد کمک هایش محصر که کمک های بشرخانه و مسئولیت غذایی به کمک های اقتصادی تبدیل شود. کمک های اقتصادی میتونه که در حقیقت میتونه که ما را از لحاظ فقر بسیار کمک کنه و در پالوشام هم کمک های مسئولیت غذایی و ب ب بشرخانه میتونه از طریق کمک های اقتصادی شکل بگیره و در حقیقت بازار را تقریب کنه از سوی هم اتاق صنایع و معادن افغانستان میگوید که برای رشد اقتصادی در کشور نیاز است تا سرمایه گذاری در بخش استخراج معادن، کشاورزی و پروژه های زیربنایی انجام شود. به خاطر کاهش فقر در افغانستان فرصتها و ظرفیت های خوبی در کشور موجود است از استخراج مقادن گرفته تا تقویت صنعت افغانستان و همچنان مدیریت آبها و زراعت افغانستان میتونه که در کاهش فخ مؤثر باشه بر بنیاد گزارش بانک جهانی چشمانداز اقتصادی به علت ادامه کمک ها در افغانستان با ثبات مانده و انتظار می رود که رشد تولید در دو سال آینده با گونه مثبت به پیش برود همراه هستیم با مهمانانم آقایان شرباز کمیلزاده رئیس اتاق صنایع و معادن آقای محمد شبیر بشیری آگاه مسائل اقتصادی اینجا در استودیو و آقای سید مسعود استاد دانشگاه تا بیشتر روی همین موضوع بحث بکنیم مهمانان گرامی بسیار خوش آمدین اگر اجازه بدید ما با آقای مسعود برنامه را آغاز بکنم آقای مسعود سلام به شما بسیار خوش آمدین و بحث با که که گزارش با بحران اقتصادی رو به روز این بحران سبب کاهش رشد اقتصادی هم شده اما نرخ تورم کاهش پیدا کردن چه گزارش بانک جهانی میگه دلیل در چیست خب سلام بر شما سلام بر آقای که میزاده سلام بر از دل ما استاد خدمت شما هست شما که عمدتا بر ما ارقام کاملا جالب به نظر میرسه به خاطر از اینکه عمدتا شما موقعی که در حقیقت مسئله انفلاشن و تورم کاهش دین این در حقیقت مانا داره که باید افزایش قدرت خرید با در حقیقت پایین کش کردن قیمت ها را مطرح کنه و بلند رفتن سطح رفایت از این لحاظ من فکر میکنم که وقتی سطح رفایت از 45 و پنج پایین آمده و سطح بیکاری با, با افتاد پنج رسیده معنای افزایش کاهش انفلشن عبارت از کاهش مصرف در بازار است به با این معنا که شما توجه که باشین در روزا عمدتا در, کابل و در جای دیگه مثلا لیلام حتی مثلا لیلام لیلام مطرح میشه در دکان ها از این لحاظ فکر میکنم که کاهش انفلیشن به کاهش تقاضای مصرف در بازار صورت گرفته نه باعث ای که عرضه در بازار زیاد شد. شما می که انفلیشن عمدتا عرضه و تقاضا را من نظر می مکانیسم بازار در حقیقت تعیین کننده قیمت ها و قیمت ها در حقیقت از مسئله انفلیشن دیفلیشن است و ایترا از این من فکر می کنم که عمدتا مسئله نباید جانی مطرح کنه بلکه مسئله استاک رو مطرح کنه استاکفلشن در قد نمو صد پایین مصرف وقتی با بلندی قیمت ها است یا حتی با با قیمت های واید پایین آمدن سطح مصرف باعث میشه که نه ظاهرا به صورت تصنعی و مجازی گفته شود که انفلاشن قیمت چش سطحش پایین آمده برای که سطح بیکاری که وقتی شما میبینین دفتاد پایین بلند میره و فخر که در هست رقم میزنه مانا داره که رقم رقم درست و حقیقی نیست قربان شما بله و وقت دیده میشه وزارت اقتصاد در مورد این گزارش بانک جهانی که میگه ما به گونه بهترش سیاست های پولی را در افغانستان تطبیق کردیم درآمد های ما افزایش داشته میگه صادرات ما افزایش داشته اینها دلایل بوده که تورم در کشور کاهش پیدا کرده ولی کاهش تورم در شرایطی که شما اشاره کردین مواردی که وجود داره مشکلاتی که وجود داره و در بخور نیست ما فکر می کنم که یک،, یک 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 رقم بسیار جالب دیگری یک ما پیش روا کردم که از 19 فیصد به 8 فیصد پایین آمده بود و این در حقیقت یکی از حرفای بود که تجربه است برای ما عمل بسیار تجربه است و جانب دیگه متوجه باشین که مسئله صادراتی که انجام میشیم صادرات صادرات در بعض موارد صادرات مثبت نیست با این مورد شما در حقیقت شما اول خوب واسه یک کشور هستین که در حقیقت فیصد وابستگی شماره پاکستان 20 فیصد شماره و 15 فیصد تمام دنیا ایره به وجود آورده و دومی که اکثریت از این در حقیقت مونمو افزایش در حتی حتی گفته میتونه که ظالمانه صادرات سنگ زغال است که و زغال است که به پاکستان تنها این سرازیر میشه ما فکر مثل دو... چرا مثلا میگن که گاهی وقتا صادرات مثبت نیست یا مثلا زغال سنگ صادراتش چه ضرر داره یک چیز بسیار جالبی است که جناب کمیزاده صاحب و جناب استاد هم است که ما این خدمت شما هست کنم که در بساری مواقع موقعی که خریدار در بازار موجود نباشه شما مجبوراً باید صادرش کنید <applause> با این مانا که در صورت که شما می لحظه بازار رو میبینین و دمی لحظه وضع مردم رو میبینین و دمی لحظه یکی از کشورهایی که دارای پایین ترین مسئولیت غذایی در دنیا عبرای سودان جنوبی شده که ما هستیم امروز همزمان است با روز جهانی غذای, غذای سالم سازمان ملل در این روز گفته که نزدیک به بیش از 15 میلیون تن در افغانستان به کمک های بیدرنگ بشری نیازمند هستند و از این میان نزدیک به 3 میلیون هستند که باید به گناهی بسیار شدید نیازمند است که کمک ها برایشان فراهم شود وقتی نگاه میشه به گزارش های سازمان های جهانی از وضعیت اقتصادی در افغانستان از یک فاجعه روایت میکنه آیا فکر میکنین که این گزارش ها واقع بینانه است با توجه به وضعیت در افغانستان و فقری که حاکم است؟ بسم الله الرحمن الرحیم در سلام، قدرمن و استاست و بشیری صاحب تا تاست و دی تلویزیون قدرمن لېدون کو تخولنی کې هله سلامونه وران د کوم حقیقت په دې کې یو شک نشته چې افغانستان په موجوده حالت کې اقستون ځې مشکلات چې مختلف څو ار خونې را پک شوې بایست دودي چې خلک د فقره او بیچارهګي سلوه کلنې جنگ در ټول بایست دوشول د مو زیربینو ټوله خاتمه د زیربینو نه لرو لوسر سای پوک وبته نه لروسر سای برق تنل لروسر سای سرکون از مخټول ټوټې ټوټې هر څه چې ګوري نو د څو ملک, ملک دی وخت کې چې ملک چې سالوي کله پګو کې جنگ ا اډامه ولری د څو جنگ چې دی وټر په د دنیا دوو سوپر پاورونو یو غونډي دنیا په دې ملک یو ډګار دی جنگ نو داسې هیواد نه ته قازو نوي چې خلک به خې راځوي خلک به لو اکل لو اسرا سای ول لري غذایی مواد او تصحیح غذایی مواد دا از هر مې نشمستای د کوم وای کوونه وای دا یو ثابت خبر ده رغ لدوده چې لل دغه د بیرون راپته دغه چې موږ د غلط نارووزو دغه په دغه باندې باید فکر وکړو تاسو وګورئ اکثر از مخ په دغه هواد کې په ملیونونو اورونه او خوانديز موږ شهیدون شوی یتیمان خلکو ته ور دي غالي دي تابنده په مشکلات لري د کار زمينه د وس موږ اګه څه چې مغړو هغه تاسو سره ساينل رومو بور پوره دایته اوسه تلویزیون د تاریخي ویلی پرون بلر وزیر وزم چې د دوه خلک س مجلس دار لای د اوس افغانستان صدرت وایم پدغي وکول کې تقریبا تدریس او دریس او میلیون ډالر پوره تانها افغانستان د واردات او نخصاره کو ترانزکشنونه چې کله صورت نیسی او تاسو معلومات دی او شخصیت یو اقتصادي شخصیت پسی پټواندي په یو لاک ډالرو په دیش دیش ډالر مو پرداخت کاوه چې ترانزیکشنونه هم کول نن په یو لاک ډالرو د 3000 ډالر د 2000 ډالر د 2000 ډالر پیسې هم په نړیواله اخترشی هغه جنس چې اخ لوګره ما تا ته مشکل در چیست مګن تحریمҳои بانکي بله دا ور په ور تحریمو په بانکي تحریم نه دی نهاله ولسه ګوره اوسم مو زارلارم دي مو واردات ایران نوال زیات شي وي یم ګوریدات ګوره تاسو پکره وکي درینیم میلیارډ ډالر او تقریبا راشي دایلات یو دادی چې مو د تا لاس رسای نه لوري چې مستقیمه غربی ملکونو نه یا د چین دی د چین او د نورو ملکونو موګ مال واخلو ایرانین واردوي خپل ټاکسم لاس 55 55 پیو را چی وي یو پاکستان یا ایران دواړه دیغي بازارونو موګ جنس خلو مثلا د پلاستیک اینډستریسک مال په ور ور ویلی مو یو کیمیاوی مواد دی کورونه وریدول نور کله روسان برتل دالته په یو لک ډالر باندې ډیش ډالر ورکول وو سغه مواد مو ان شو وریدول هغه پاکستان وریدوی دی پاکستان بازار نه مو ګکل په پاکستان بازار نه کاش کېږي ری ایکسپورټ کو پاکستان altitude شل پیسې د دې پیسې د ټیکس په وخلې په دې کې افغانستان ډیر سخت خساره وکړه د اپرا برونوتا یعنی په موخه د کمو در اوو میلیار د الدولر واردات ولرو او په دغه تا پاوید په پوهښت پاووت مو کیسه کړو 300 میلیون الدولر د کال تنه د ترانزکشنونو هغه شای چې مخ صاديره وو پیسې بیر ترازی د غله درکه او هغه شای چې مخ واردو په دغه افغانستان وزارت تجارت میګا کې هیچ محدودیت بر بانک های افغانستان وجود نداره و این محدودیت ها در انتقال پول امطوری که بازرگانان انتقال میتهی برخورد های سلیقه خود بانک هاست نه که محدودیت از محدودیت از یک ادرسی برای بانک ها وست شده باشه گور از پدی که شک نلرم ز تا <applause> خبر بالکل استاد را سعید از ده جوانده عملا ز موغه عملا کار کوو ما د جرمنی نه لاست روزه 15 تمخ یو ماشین رانی په د سګو میرانی و د جرمنینه درې ظلم د دغه پیسې ورته لګلې درې ظلم ورته مساره دي شوې آخر مجبور شوم د پیسې می د دبي د دبي نو ورته وسته ولی دبي نه می چ وسته ولی په صدیر بشتو ساتو کې اغه پیسې ورسېده اغه را مادسګومم راوړم ميدانه وایې کوبل کې پرونه بدل ورسې کوځا شو منزوز مو دا دی چې دا والي دا ځکه ګورئ د موخ پیسې وڅوم په واره کې چې مقصد تقریبا يونین پیسه یا 2350 د ټولې پیسې چې ولولای پیسې بیرته مختر بازګاش نه شوي تقریبا 4000 پیسه ازمو پا په دغو پیسو یو علامه پیسې ولګی دي یعنی دا ژوندای مثال د چيزه توستوایم عملن په دې کار کې موږ واخته یو خبري وی چې مثلا سعید بنکونه محدودیت نه لري بنکونه پیسې د امارات اسلامي د سنټرال بانک د دا طریقې دالت سمه دی یاد نشته ترانزکشنونه کیږي نړیواله <سؤال> ټولنه د مکسدا ظلم کوه چې دا غ ظلم د افغانانو سره وکنه افغانان پریشان کوي دسیو غریب بیچاره ملک تلک افغانستان چې دی 3.5 مليارد ډالر کامه پیسې ندی 3.5 مليارد ډالر موږ دالت خسراکو 3.5 یا 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 1 مليارد ډالر په پترونځي کې خسراکو افغانستان خو बर्बाद شوو چې په افغانستان خو در به در شو دا ټول نړیواله ټولنه د دلاسه دوی حقوق بشر چې وي یو چې دا چې کوي او یو خو بل خو غرامت حکومت غریب بیچاره خلک ور بسیار تشکر ممنون شما خواهی بشری کسانی که نیازمند هستن میبینیم در گزارش ها پیوست میگن که غذای کافی نداریم غذای سالم نداریم نان برای خوردن نداریم و این ممکن مشتملی خروار کسایی باشه که حرف میزنن مردم زیاد هستن نادار هستن بیچاره هستن ولی چهل سال هم طوری کشوره کردن آقای کمینزاده مردم قربانی دادن حال قربانی چی میشه امی مردمی که ندارن و دست انتظار برای کمک های بشری است بسم الله الرحمن الرحیم بار سلام و ادب خدمت شما خدمت جناب استاد که در بعض با ما هستن خدمت آقای کمینزاده و هم طور خدمت مردم عزیز ما که بیننده هستن و میبینن تشکر میکنم خب توده هایی که نیازمند است ادامه میکنن که غذا نداریم آیا امکانات زندگی ابتدایی را نداریم دایشان درست از دیگه نیازمندا که نمیشه بگویم ما به ایسی نیاز داریم خوشکمش شکمش گرست نسته ایسی باز مرحله بدی است که از گرسنگی شکم کم بیروشه و باز تخوضای ایسی را از حکومت کنه توده هایی که نیازمند است کمک ها ریسیف میکنن همیشه کمک ها برشان رسیده هم مواد غذایی، هم پول نقد، هم عدیوه و هم برای بعضی ها که سرپناه ندارن سرپناه های معقتی مثل خیمه برشان رسیده ولی مشکل اینجاست که این توده های نیازمند ما کمک ها را که میکنن زود مصرف میکنن مثلا مصرفی که باید برای یک ماه مصرف کنن اون در پانزه روز مصرف میکنن بعد پانزه روز دوباره نیازمند هستند بله؟ گناهشان است گناه نه نکته که ما میخوایم بگوییم این است که یعنی بعد از پانزه روز دوباره نیازمند هستند بعد این نیازمندی را سازمان ملل بانک جهانی گرفته باز ارقام عجیب و غریب رکلام میکنه و به عنوان یک عالی فشار از او استفاده میکنه و حتی خبری که ما امروز شنیدم که در یکی از گزارشات خود بانک جهانی گفته که اگر کمک های جامعه جهانی ادامه پیدا کنه امه. دو سال بلده. افغانستان به انکشاف اقتصادی میرسه اگر کمک های ما ادامه پیدا نکنه افغانستان از انکشاف اقتصادی باز میمانه ما سوال اول از دوستای بانک جهانی است اگر فارسی را خدا کنه بفهمند که شما در قدم اول انکشاف اقتصادی رو به ما تعریف کنین که چگونه یک پروسه است وقتی که شما ادامه میکنین که با کمک های ما بلده. افغانستان در دو سال به انکشاف اقتصادی میرسه حتما از روند و پروسه انکشاف اقتصادی بیگانه هستند بلد نیست بیگانه هستند یا این ای کمک هایی که به افغانستان میاد تنها کمک های بشری نیست کمک است که در زیربنا هم به مصرف میرسند خب یا زیربنا را نمشناسن. اگر ادامه میکنن که ما به افغانستان کمک های زیربنایی کردیم پس این نشان میده که دوستای بانک جهانی یا سازمان ملل زیربناها را نمیشناسند دوم با پروسه انکشاف اقتصادی آشنایی ندارند بیگانه هستند <applause> سوم همه دوستها در همه بحث ها میگن که می کمک ها بشر دوستانه است بخشی از کمک های بشر دوستانه را خدمت تا نرس کردم که گفتم بعد از 15 روز اونا دوباره گرسنه هستند کمک بشر دوستانه یعنی اگر قرار باشه که اینا کمک های زیربنایی کنند تا دو سال ما به انکشاف اقتصادی بریم خب پروسه میره به طرف دیگی بل. آقای بشیری فکر میکنین با کمک های جهانی حتی اگر در بخش زیربنایی هم باشه ما بریم به سوی ثبات اقتصادی ما بریم کاهش پیدا بکنه سطح فقر چون میدانیم کمک هایی که به افغانستان اومده این کمک, کمک های بشری در مدت نزدیک به دو سال بیش از 5 میلیارد دلار بوده گزارش های زیر وجود داره میگه کمتر از 10 میلیارد دلار ولی هر روز سطح فقر افزایش پیدا میکنه 100 میلیارد دلار که روزانه بیایه وقتی که زیربنایی هزینه نشه تغییر شما با چشم سر نمی بینه. نه در زندگی کسانی که زیر خط فقر هستن و نه در زندگی کسانی که بالای خط فقر هستن شاید تا چند ماه دیگه سقوط کنند با زیر خط فقر که 100 میلیارد دلار روزانه بیه همو قسمی که در 20 سال جمهوریت ادعا میکردن که ما میلیاردها دالر دلار به افغانستان سرازیر کردیم پس کجاست تغییر متوجه شدیم حرف ما است که نه بانک جهانی نه سازمان ملل در هیچ جای دنیا خصوصا خصوصا سازمان ملل اگر شما پیدا کردین در یک کشور که سازمان ملل یک پروژه زیربنایی را مانند خط آهن بند برق سازی اعمار فابریکه سرمایه گذاری کرده باشه بعد باز ما میتونیم که سازمان ملل چنین تقاضایی کنیم وظیفه سازمان ملل چنین کار نیست مثلا وظیفه امی کمره زب نمودن مصاحبه ما و شما است ما نمیتونیم از این کمره تقاضا کنیم که یک وظیفه مثلا وظیفه اصل هر اجرا کنه فایر کنه شلیک کنه وظیفه سازمان ملل کمک کردن است بشر دوستانه روبنایی سلاید نرم خفیف وظیفه از این سازمان کارهای زیربنایی نیست بحثی که برای کارهای زیربنایی آیا میتونیم با کمک به کارهای زیربنایی برسیم بله بسیار تشکر مثال های زنده است کشورهای زنده است که با کمک های بیرونی و جمعش های و تلاش و سرمایه داخلشان امروز با توصیه رسیدن باز در بخش و دو من خواست چند کشورم می خواست چند کشور هم مثال می کنم برمگردم آقای مسود امطور که آقای بشیری گفتن هرچند که با گذشت هر روز بر اساس می ها می بینیم که سطح فقر در حال افزایش است نمی دانیم حقیقت است یا هم درست نیست در مورد درست بودنش اما وگر های وجود دارم. ما میدانیم که کمک های بشری کم و بیش به افغانستان سرازیر میشه شما فکر میکنین این کمک ها آیا تانسته در چرخش اقتصادی و ناامنی غذایی موثر تمام شده؟ خب خدمت شما هست که ما در مجموع متاسفانه در دنیا هم نو درجه فقر افزایش پیدا کرده و خصوصا بعد از واقع اوکراین و مسئله نو آغاز به یک تقسیم سوم جهان و بورانی که متاسبانه که و آرامران میره که دنیا را بگیره و به خصوص نوی حرکات های پولی و غیره که مهم. او را آدم میتونه بسیار بحث کنه در یک بحث های دیگه که باشه ما در مجموع 254 میلیون گرسنه را و فقیر در دنیا تزوید کردن و از او متاسفانه افغانستان 28.3 میلیون انسان را تشکیل میکنه که بالاتر از ده فیصد هم به وجود آمده که یکی از حالت است که هیچگاه افغانستان به چنین حالت نرسیده بود و به خصوص که از 28.3 میلیون انسانه که این مارکت واچ کار میکنه که دیده بان بازار خود ما شما که 6 میلیون از این کاملا میره به یک فقر مزمن که همو فقر مزمن از تنها فقر از دید غذا میبینن نه از وقت دیگه و در درون از 4 میلیون زن و کودک است که من فکر میکنم که ای یک حالت بسیار بده از که آمده و جانب دیگه گپ من فقط جمله میگم با سوال شما میرم که بله. جناب حضرت جناب گفتن که مزدود شدن بر ما مزدود شدن حساب حساب مطرح است این در صورتی که اینا پولا رو مزدود کردن اصلا ما قد سر شکر کار نمیکنم ولی مزدود شدن حساب که نمیتونه مستقیما پول شما در, در در جایی که شما چیز خریداری میکنید برسه این بسیار بر ما هم دست که یکی از گپوی خرابی ها. دومی که شما وقتی بحث میکنید که آیا کمک هایی که انجام داده ما بین کمک های اقتصادی و کمک های بشرخانه و مسئولیت غذایی فرق میکنیم کمک های بشرخانه و کمک های غذایی که اون از جانب ملل متحد و صورت گرفته میتونه که کمک کمک اقتصادی نیست شود به خاطر که اون بانک جهانی و صندوق وجهی با و ایمف و آی بی آر دی که با دو ما ورد بانگ گروپ میگم که آی بی آر دی سو ویف سی سو ای دی ایس این و میگا اینا میتونن که با حرکات اقتصادی چنین کار انجام بدن پیشنهاد ما همیشه ای بود که ما میتونیم مسئولیت غذایی را و کمک به کمک های بشرخانه را از طریق, از طریق کمک های اقتصادی و از طریق دانیز جی دی بی آغاز کنیم شما این که که عاملین جی دی پی قرار است مسئله صنعت و خدمات است که تمامی از اینا در حقیقت فامیل من نظر میگیره تمام خانواده ها در اینا شریک هستند موقعی که ما اگر کمک کار از این طریق حرکت بتیم طریق جی دی پی علاوه از اینکه ما میتونیم مسئولیت غذایی و کمک های بشرخانه را اجرا کنیم در حقیقت رشد اقتصادی هم حرکت میدیم چرا به خاطر از ای که ای آید خلق میکنه در بازار می مصرف می بلند میره و سطح مصرف در حقیقت تقاضای ایجاد میکنه آگاهانه ممکن محصر. این کمک ها پش... را آگاهانه ممکن نخواهد که از او آدرس پیش بره و می گزینه را که حالا پیش میبره انتخاب کرده خب فکر میکنم که عمدتا حرکات حرکات تندوزی در افغانستان عمدتا هم در حرکات سیاسی است ما تمام سیاست زده هستیم اقتصاد ما سیاست زده است سیاست زده است ادبیات ما میره که سیاست زده و بحث های ما در حقیقت بسیار سیاسی است از این باید هم باشه بر از اینکه ما فکر میکنیم که امیال ذات اقتصاد افغانستان که مشکل نداره ذاتی که نمونه در با وجوده که مزبزب است و نوسانی است ولی مشکل نداره ما مشکل اساسی اقتصاد ما در حقیقت مشکل تعاملات سیاسی است با این معنا که ما در تعاملات سیاسی نباید عامل داخلی را فراموش بکنیم این معنا داره درست عامل خارجی خراب است قبولش کردم ولی عامل داخلی هم ما در حدود تقریبا 5 میلیارد دلار جمع کردن ما در حدود 1 میلیارد ay 700 milyon dolar metanik ki ke... پروژه نیمه کاری خود ناتمام خود حرکت بده قربان شما بسیار تشکر من تو کمی زاده خب هم که مهمانان مگه که نمیتونه موثر تمام شوه کمک های بشری ممکن برای گذشت روز برای کسایی که واقعا نیازمند مواد غذایی در روز هستن کمک بکنه ولی برای بهبود اوضاع اقتصادی کمک نمیکنه اما در بود داخلی باید کار جدی انجام شوه چقدر فرصت مساعد است و از کدام گزینه ممکن است شما فکر میکنین که فرصت های شغلی ایجاد شوه طور تولیدات بیشتر شود و ف... سطح فقر کاش پیدا بکنه از این ما اصلا ما نیاز داریم دست به دست هم بتیم امی حالتی که آل یک استقرار در کشور یا امنیت به کشور به میان آمده از امی باید استفاده کنیم واقعا امی منابع طبیعی خوده سریع کار کنیم اونا را به شکل دروت و اساسیش استخراج کنیم در این بخش ما بارها پیشنهاد کردیم و پیشنهاد میکنیم که ده. یک بار بیای امی معدن بزرگ ما یک معدن ما دو معدن ما یک کنسرشوم افغان ها امی سرمایه گذارای افغان یک شرکت های صحامی را جور کنه سرمایه را متمرکز کنه سر یک معدن یا دو معدن به شکل اساسی کار کنه به ای که متفرق باشه جدا جدا هر کس کار کنه خو یک کو است به ایواز یک ماشین ده برش بخر به 20 ده بیست بخر در این بخش ما باید کار کنیم بریم به طرف صنایع استخراجی ما را قوی کنیم یک مساله دوم بله دوم مساله ایده که در بخش زراعت ما واقعا باید ما کار کنیم ما در جای هستیم در کشوری هستیم که شما یقین کنین امی ازبکستان ما روزانه میریم میایم در خلیج ما میبینیم به این حالت شام میواجاتش روزانه در مارکت دوبای میدلیستا گرفته اما ما الله اقل امور نتانستیم که چه قسم ایره به شکل درست با مارکت دنیا تولیدات خود برسانیم متاسفانه از, از, یک طرف ما گفتیم قبل هم گفتیم که ما امی پول پس با کشور آورده نمیتونیم از دیگه طرف زیربنای ما به است مثل که همکارا گفتن متاسفانه در 20 سال ما در پکر زیربینا نبودیم ما در این پکر بودیم که امی جامعه جانی است امی میای امریکا آمد دیگه بس یک چی سر ما نشست یک باز یا هر چیزی که میگن دیگه ای باید برای ما پول بتا ماشات ما را سرک ما را جور کن. ما قرار رو بیتو پکر کردیم مثل سعودی واره در ممالک خلیجی که کدام کارا کرده به می فکر بودیم به این فکر بودیم که لاقل برق خدا یور کنیم لاقل رو سرک خدا یور کنیم یک پول و پولشک خدا یور کنیم و این حقیقت اصیل توکم از این مردم باید نداشته باشیم که برای ما زیربنای نا بسازه زیربینا در کنج دنیا کس به کس کشور آباد نمیکنه سری سمی تو پول برات میته دو دانه دو, دو بوجی 40 سال است ما از این غم خلاص نمیشیم 40 سال است که ما از این راشن خلاص نشدیم تو پیلی اومخته شدیم باور بکنیم ما کسی را میشناسم کته ما کار میکنه روزانه ما خو ایتو هستیم که عملا میبینیم کته ما کار میکنه وقتی که کار نمیکد رفت در خانه خود نشست اول یک وقتی پرسان کردیم که آدم چی شد میگه قرار در خانه خود نشسته جوان آدم جوان سه نشانم شاید 20 25 ساله بیشتر نباشه خوب نیروی کاریم داره قرار میگه در خانه نشسته به که باشه یک یک بوجی گندوم بیایه مردم بالکل تو پیو مختک برباد حضرتن. کرد ما باور بکنید باور بکونین اگر مه بموریم مگم نه همی قسم جیره که به مداباهبته برمیردم ب شما رفت و برگشتی کوتم ادامه محور خوش آمدین آقای کمیزاده پرسیدم باز هم مهم است برای مردم افغانستان طور که شما گفتین که مثلا در, در, انتقال پول بازرگانان مشکل داره اگر کارهای بنیادی در افغانستان شود ممکن در این شرایط کشورها وعده برای سرمایه گذاری ولی عملا کارشان را آغاز نمیکنه است گفتین ما از وعده های در مورد کنسرسیوم چهار جانبه میان روسیه و ایران و پاکستان و افغانستان هم شنیدیم ولی کارهایش هنوز آغاز نشده شما فکر مې کومه فرصت مساېده در شرایط فعلی بر سرمایه‌ګوژری زه فکر کومه وکړم افغانان ته خو فرصت مساېده ای زه ځنه موږ روزانه وینو دلته ک افغانان خپل سرمایه متمرکز کوو مو نظم او منسجم حرکت وکو افغانان زه پدی کې هیڅ شک نګورم چې الحمدلله مو دی مالی لنیګانه تکنیکی لنیګاره به ممکن دومره پرمختللې تکنیک و نه لرو امو دې مالی نګان افغانان د دو جوګا دي چې اوس په لویو پروژو لویو پروژو کې سرمایه‌ګواری وکاو خو په دغه شرط چې سرمایه متمرکز شي سامي شرکتونه جوړ شي یو لک دوه لک پرون ګره توسولې دا تاسو ویلی دل پهنونه په کنده اور کې یو پابریکا ډیره لویه پابریکا ده د وایف ته توشو او یو کسونو په کې ساحم وقص داغه شرکتونه لوی لوی په مختلفو برخوونه کې هغه ضرورت افغانستان چې دی جوړ شي یو بل مثال چې زه غوړم د ستاسو د تلویزیون د طریقې خپل ګران او وادوالو ته وایم اب د افغانستان اسلامي امارت مسؤلین ته وایم ګورید د صنعت نه په خو کې موختو یو وحیمه وا دا سم په کړه کوچی ټول خلک تجارت طرف ته روان وو صنعت طرف ته توجه نکاله دلته درېدل چې د صنعت مو کو کو مو کې فابریکام نو کوم شي ممکن مو کارونه شو کولای اما مو ولیدل چې افغانستان یو صنایتی ملک کېدای شي اګه ریفورمون چې لکه د نورو نړی دی تجوروب نمو غاټه واخلو اګه تجوروب راولو دلته ایمپلیمینټ کو او په دې کې سرمایه متمرکز کو او خپل ګره هر سال ورو دا غواڅی زونه چې په صنعت کې ډیر موغ ورتنيوس خام مواد دي موګ یو بهتري زراعتي ملک خام مواد ټول زراعتي خام مواد موګم دلته د صنعت کې کار کوي یا زراعتي مواد زراعتي بخش مواد دي او یا هم طبيعي زیر ميدي چې دا غواړه قانون لري ډوړه موګلرو آب تاسو وست زغالو خبر د جنوبي استاد یاد کړم چې ګوره د کوم انرژي بحث چې زغال چې موږ لارو د اپ نور ملکونه کې پاکستان د افریقی نه ریوري پاکستان د زغال او اوزر کالوري او نیمزر کالوري دی عین د استرالیانه ریوري در حال کې موږ د موږ زغال د اتیه پیسه دا یو اویه پیسه زغال موږ موږ ټول کلوریا دی پینځه درونه پورته پورته کولریده زکه هغه د سات د بهر نه 2000 متر لوړ یو هوا, هوا دی مايشر په هو کې دلته کار دی میوامو متپاوته ده هوامو متپاوته ده سالور پس دلو هر طبي زیر میګوري چې دلته موږ ګورو کرومایټ ز درته قائم و سپه نظر ته قائم سر هزار درته قائم هرڅ چې خی هغه خلوص نسبته دی هغه ملکونو نه چې هغه په هوا کې ماي شریو د ساتې بار نه لوړ نه دي د غوسم ځکه غوسمن پارک لري زموږ مرمرکه وګوري مثلا زموږ څنګه زغال کو وګوري زموږ کرمایټ وګوري زموږ حتی میس وګوري وسپنه وګوري دا وسپنه دی مشرونه ته معلومه ده د جګه کومه وسپنه کوم خلوص شلري دا دا د پنور دنیا کې نشته زموخ سراپ مثلا هرڅ شي وي خود دغه نه مو باید ګټه وخلو دغه یو بلا محتاجول شوی و دا سپکر کو چې دا خوريجان باید راشي موږ معاہده مو نستخدامه با. خوريجان باید راشي زراعت محتاجول کو اما دا د نظر باید دغه تغییر ورکو خپل افغانان په کار شو د افغانستان خصوصي سکتور ولار شدی دي بهرني پونګوال تا ته درست ولی سوال ولې شي چې نمیکنه اقدام نمیکنه اگر اجازه بتنه از اخوی بشری بپرسم حتما میپرسم بشیری بشری همطور کی گفتش سال هاست مردم در فقر زندگی میکنه رنج میبره از وضعیت و ظاهرا هم عادت کرده که این کمک ها را باید دریافت بکنه ولی میشه با کارهای زیربنایی سطح فقر را کاهش داد چی زمینه فعلا فکر میکنین مساعد است چقدر توانایی فکر میکنین افغان ها خودشان داره برای که با کارهای زیر بنایی و با سرمایه گذاری و استخراج معادن بتانه وضعیت را برحال بهبود ببخشه این مسئله بستگی داره به نویت حکومت سیاست هایی که حکومت روی دست میگیره کدام نوع سیاست اقتصادی را رو حکومت روی دست داره که ما مسئولیت مردم را مشخص کنیم میگه یعنی حمایت تای... میکنه از سرمایه گذار از سیستم مختلط اقتصادی استفاده میکنه بازار آزاد و همینطورم خب از حمایت از سرمایه گذار یعنی بازار آزاد امه. با سیستم مختلط بس جدا از دیگه نمیشه که هم مختلط باشه و هم سرمایه اقتصاد بازار باشه اگر حکومت از سیاست اقتصاد بازار پیروی میکنه و یا تطبیق میکنه پس در این سیاست اقتصادی یک زل حکومت است یک زل سکتور خصوصی است. یک زل مردم درست یعنی هر سه قوا و هر سه انرژی این سیاست اقتصادی از هر سه انرژی استفاده میکنه هم از انرژی های حکومت هم از انرژی های سکتور و هم از انرژی های مردم متوجه شدین با این سیاست اقتصادی چگونه میتونیم فقر مدیریت کنیم و کاهش بدیم وقتی که یک ظلم مردم قرار گرفته یعنی به این معنی است که راکت نباید باشه ما به خاطر ما نه هم کسایی که تیوری ایجاد کردن به خاطر در یک ظلم مردم قرار دادن که از انرژی های مردم از انرژی های دست داشتهشان از انرژی هایی که خودشان نمیشناسن که داره چنین انرژی هستند از او استفاده کنیم از انرژی سکتور استفاده کنیم و از انرژی دولت استفاده کنیم کشور به طرف توسعه پایدار و انکشاف متوازن سوق بدیم یعنی همه یک بحث تئوریکی است و یک بحث عملی مثلا در شرایط فعلی وقتی اوضاع دیده میشه فقر حاکم و از طرف هم مشکلاتی که بازرگانان داره مثلا حمایت میکنه سرمایه گذاران خارجی اما ممکن سرمایه گذاران در شرایط فعلی سرمایه گذار نکنه طوری که آقای مسعود گفتن سیاست زده شده این مسائل چی است در شرایط فعلی فرصت ها که اقدام شده در کوتاه مدت زمانی که دول متحابه وارد آلمان شدن بعد از سقوط یا شکست اطلر به خدا وضعیت بدتر از اینجا بود شما ببینین تاریخه وضعیت چنان بد بود که وضعیت افغانستان بهشت است و از اون وضعیت شروع کردن ما که در کمر راه هستیم ما هنوز صفر نیستیم در وسط راه هستیم ما باید راحتتر شروع کنیم بس انکشاف اقتصادی را دنبال کنیم بس تجارت را میگذاریم به خودشان خود چیزی که مشکلات تجارت داره شاید اونا میتونند دغدغه ما بس انکشاف اقتصادی ما تنها انکشاف اقتصادی را دنبال کنیم جای, کاری جای کاری کار ایجاد میتونیم جای کار ایجاد کردیم فقر کنیم چگونه باید دنبال شود انکشاف اقتصادی چگونه باید دنبال شود ولی با حداقل امی ارقامی که بانک جهانی و سازمان و ملل میتای یک نور کنیم نادیده بگیریم اصلا نشنبه. 28 میلیون گرسنه و ای اینا اینا باید اصلا نشنبه. انکشاف اقتصادی پرو پر در قسمت اول از صحبت گفتم که اینا با تعریف پروسه انکشاف اقتصادی اگر آشنا باشن خود آن نمیکنن که ما تا دو سال با کمک های بشر دوستانه به انکشاف اقتصادی می اما شتر دوزدی در خب خب نمیشه خود تا پنهان کنی شطور معلوم است پروسه انکشاف اقتصادی چنین یک کاری است یا کار میکنی درست به طرف انکشاف اقتصادی میری یا با این پنهان شدن کار به جای نمیرسه گسترش بسیار ساده به زبان ساده مردم ما <applause> گسترش کمی متغیرهای اقتصادی انکشاف اقتصادی است مهمترین متغیر اقتصادی جی دی پی است هر گا جی دی پی به لحاظ کمی گسترش بیابه ما میگیم سال که گذشت افغانستان به بب... این بب... بب... اندازه انکشاف اقتصادی کرد جی دی پی چی است به زبان بسیار ساده که مردم بفهمند هدف ما مردم است طرف ما مردم است صنعت زراعت خدمات جی پی است گسترش کمی به چی معنایی که چهار تا فابریکه داریم هشت تا شوه چهار هزار قلم این توانایی وجود داره این وقتی عملی صحبت شوه این توانایی وجود داره در وجود کی در وجود دولت بله یا در وجود سکتور یا در وجود هر مردم؟ دو با کنی مشترک خب سوال شوه از دولت سوال شوه که برادر توانایی داری از سکتور سوال شوه خود توانا توانایی داری از مردم سوال شوه که آیا شما در جهت انکشاف اقتصادی مملکت تان متحد هستین میگه بله متحد هستیم پس بیا روی شکل. ماشین استاد شو کار کو تو هم برو روی زمین استاد شو کار کو محصول ماشین محصول روی زمین وقتی که به با بازار آمد که محاسبهش کنیم در جی پی بعد ببینه که ما در یک سال انکشاف اقتصادی کردیم یا نکردیم همین حوصله را برای ما و شما نه سازمان ملل داره نه دلسوزی را بانک جهانی که گسترش کمی را در افغانستان ایجاد کنیم چهار تا فابریکه هشت تا شوه چهار هزار جنس تولید می کنیم هشت هزار شوه سد تا درخت پسته داریم پنجصد تا شوه خدمات م سکتور خدمات ده تا پهنتون داریم سال جدید به 20 پنتون ارتقا کنه ولی بحث توسعه با فرایندش جداست کوره با انکشاف قاطی نکنیم اینی مسائل نه سوزیش سازمان ملل با ما میکنه نه جانی باید خود این مسئله رو لابی کنیم بسیار تشکر ممنون آقای مسعود چقدر فرصت مساعد است برای اینکه سرمایه گذاری شوه استخراج و معادن در بخش کشاورزی و پروژه زیربنایی کارهای جدی صورت بگیره در عمل خوب در صورتی که اگر ما دولت به رسمیت شناخته شود و دولت شوه میتونیم چنین کار را انجام بدیم بدون عامل خارجی ما کار نمیتونیم برای اینکه شما این فهمین که مخلاف نظر هستم که خوب یک چیز میگم که برای استاد بشیری که عمدتاً 28.3 میلیون نفره که فقیر داره میره مارکت پاچ هم کار کرده که در رزق از است و در نمیتونه نمیتونیم نمی که ارقام فراموش کنیم برای اینکه میتونه که می آدم روی ارقام غلط در شک ایجاد کنه و از روی شک رقم درست به وجود بیاره این از لحاظ اقتصادی شما در فاکولته هم خودشان خواندار و شاید هم درس هم که ما شک ها را باید ایجاد کنیم تمام ارقام شک میره و وقتی شک میره یقین ایجاد میشه تا که شما شک شک در در مابین یک رقم نبرین یقین تا ایجاد کردن نمیتونین با چین این کار انجام میتونه جوره دیگه بدون بانک جانی و بدون صندوق وجی بین بدون سازمان های کلان بین که شما عضویت از دور خودشان دارین نمیتونین کار را انجام بدین مانا داره که شما یک دیگه دیگه, دیگه, دیگه جهانی قرار داریم که کل ما رابطه یک دیگه خود داره دیگه بانه. و در هم یک چیز متوجه باشه که زیرمنا وقتی ما میگنیم تعریف زیرمنا دیگه و تعریف زیرمنای وقتی نیست که تنها تعریف زیرمنای مادی باشه در حقیقت حال سطح آمد، تعلیم تربیه، قانون خودش سه از اینا جز زیرمنا میشه که باید که این موجود باشه پارلمان موجود باشه یک دولت برسم شناخته که اونا یک و کرسی افغانستان داشته باشند و رابطه قوی داشتن ببینید که این پیشر که میزا هست یک پیسا جالب انجام داد که اینا چیزی را می و, و, از اینجا در قصد پول رایی می ولی پولشان دوباره مسترد می شد قبول نمی ولی از طریق دوبای در یک روز آمده و ماشین در کابل رسیده مانادار که ما تعاملات را باید ایجاد کنیم یعنی ما نداره که با وجود قبول میکنیم که تعداد زیادی از این سازمان و اینا در سیاسی فکر میکنن ولی باید ما هم نمی بازی کنیم ما را در اونا امرای ما بازی میکنن پاکستانی ها امیال بازی میکنن ایرانی بازی میکنن برکس بازی میکنن در مجموع شانگای بازی میکنن هیچگاه برکس و شانگای و گروه چهار که در اطراف ما وجود داره و همین لحظه دوازده کشور آمریکای لاتین که حتی در اونجا نام افغانستان مطرح شد در اونجا سازمان ها را حد که میفهمن این سازمان را، سازمان سیاسی و در حقیقت نو بر ما نقص وارد میکنه از این من برای دولت و برای حاکمیت افغانستان میگم که رابطه منطقوی اول رابطه بانده. خود ملی تانه بعد تعاملات سیاسی ملی منطقوی و بین المللی تانه آمده چرا بسازین برای که کشور ما میره به کشور وعده ها تبدیل شده 34 میلیارد دلار وعده داده شده همین فقط یک ماه پیش چینوی ها 10 میلیارد دلار گفتن وعده دادن که ما به سر لیتوم ما سر گذاری میکنم که در حالی می که میفهمم که نمیکنن اونا وعده دارن که ما سر نفت شمال سرمایه گذاری میکنم به یقینه که نمیکنن از این لحاظ حتی امارات آمدن که در آهن غرب در پالوی دو ایرات میخواستن که سرمایه گذاری کنن اما اونا روی وعده و سوارد. چرا؟ تعملات سیاسی است. در تعملات سیاسی آدم ب... یکی بازی میخواد که اگر جهت سیاسی داشته باشه همه این موارد یعنی باید انتظار بکشه مردمی که نادار هستند فقیر هستند و باید هر روز شاهدی باشیم که باید فقر گسترش پیدا بکنه یعنی راه وجود نداره در داخل افغانستان راه حل وجود داره و راه حل در پیش کسی که سیاست پیش است اگر داره اگر, داره اگر،, داره اگر،, داره اگر موضوع سیاسی داره. حل نشه شما نه موضوع سیاسی باید حل موضوع سیاسی کلش خود دولت است دیگه مراد دولت تو نمیدونم تعریف داره دولت دولت خب یک،, یک, چیز بیرون شده از پرتاب شده از آسمان نیست دولت از درون مردمش میخیزه با در مسئله قانونیت مطرح میکنه از همین روز است که وقتی ما میگیم که دولت چین کار را انجام بده این دولت یک و حقوقی است که در میتونه که روابط ایجاد کنه و این قانون اتوادی روابط توسط قانون ایجاد میشه و قانون توسط دولت ایجاد میشه و خود قانون روابط بین پدیده ها است یعنی که مردم و دولت در کل عرصه ها یعنی ما رابطه دولت و مردم در قسمت تحصیلات عالی قانون تحصیلات رابطه دولت و مردم در قسمت تجارت قانون تجارت بعد از پالوش این رقمی قانون رابطه ایجاد میکنه در صورتی که هر پیشر بشن، هر بشریسه بسیار جالب است این مربوط میشه به دولت دولت چگونه شکل داره شکل چگونه شکل به خود میگیره ای, آه آه ای دولت دولت دیکتاتوری است دولت دموکراسی است دولت, دولت در دیکتاتوری دموکراسی دموکراسی دیکتاتوری است ما در پنج شکل دولت است و نظام سیاسی را در قد مطالعه میکنیم به خصوص از لحاظ اقتصادی این بسیار مسئله از لحاظ اقتصادی مسئله اقتصاد اجتماعی می درست و اقتصاد اجتماعی در اقتصاد اجتماعی سوال ما است که وقتی باور شما این است که به شدت مسائل اقتصادی یا اقتصاد افغانستان سیاست زده شده و بدون جهان و تعاملات با جهان ممکن نیست هلی. که ما به ثبات اقتصادی برسیم ما سرمایه گذاری بکنیم ما در زیربنا کارهای بنیادی را انجام بدیم اگر امی تقابل سیاسی در افغانستان ادامه پیدا بکنه سطح فقر هم هر روز گسترش پیدا بکنه آیا شما فکر میکنین با کارهای در داخل افغانستان چی بخش خصوصی و چه دولت بتونه کنترل بکنه وزاره یک چیز متوجه باشن که اقتصاد خودکفا این تنها هیچ کسی که در قد اول بار در چین با وجود آمد که ما نه از کس قرض دار نه ما با کس به کس قرض میدیم نه کس به کس کار داریم خود ما کار خود انجام میدیم و در یک نوع استفاده از میتود است کاربر استفاده شده. این مورد داره کار زیاد استفاده کردن خود این مردم به سرمایه یک چیز متوجه باشین کل دوستای ما کمیال ما میفهمند و کسی که میشنوه که ما مدت زمین کار سرمایه و مدیریت داریم در قسمت تولید ما درست زمین داریم کار داریم ولی کارگر مایر نداریم برای این کارگرای ماهر و متخصصین فرار کرده و چیزی که ما نداریم سرمایه است باید ما سرمایه را متش... تشکل بتین سرمایه را موقعی که سرمایه را تشکل پیدا کرد بعد از اون شما یک گپ در جایی که سرمایه وجود داشته باشه در جایی که سرمایه وجود داشته باشه و در مدیریت سرمایه وجود داشته باشه که ورود سرمایه داخل و در دا تغییرات نرخ بهره و در تبدیل پس انداز به سرمایه و که رشد سرمایه وجود میره و در ایجاد نیروی فعال کار که در رشد نیروی کار به وجود میره با استفاده از مسئله فنی رشد اقتصادی شما ایجاد میکنه متوجه باشین که رشد و انکشاف فرق میکنه ما نمیتونیم بگیم اقتصادی ما اقتصادی گفتم میتونیم بیشتر بشری صاحب گفتن و این شما در حقیقت طرز استفاده از ای از, از رشد اقتصادی میشه که مربوط به مردم میشه که چقدر به مردم با کار میروی مربوط میشه به سیاست اجتماعی باز هم یک بار میگم که با سیاست میه سیاست اجتماعی دولت و سیاست اقتصادی دولت یا متناسب یا, یا یکی در یکی در اولویت میتن اینا از این آز ما پیشنم میگم که ما نظام نداریم ما نظام نداریم نظام اماراتی نظام اسلامی است که به اساس نظام اقتصادی کار نمیکنه نظام اقتصادی بازار ما نظام بازار است ولی سیاست ما در خط میرم نظام اسلامی است به اساس نظام اسلامی نظام اقتصاد بازار کنترل نمیشه و رهبری هم نمیشه برای چیزهای زیاد نظام بازار است که مردود است از لازم نظام اسلامی کسایی که نظام نظام این نظام ها به متفاوت بکیده است بسیار تشکر. از این لحاظ شده نمیتونه که بانک سودی باشه بازار سودی باشه و دولت چنین چیز باشه باید قانون اساسی وجود بیه و رایش غیر از این نداره که قانون اساسی رو دوباره ایجاد کنه بسیار تشکر شما. ممنون شما کمی کمیزاده همونطور که اشاره کردن مهمانان سرمایه وجود داره اگر کار شوه سرمایه گذاری شوه در عباد مختلف مثلا سکتور خصوصی چقدر سرمایه داره چقدر فکر میکنید جرعت ایره میکنه که سرمایه گذاری بکنه چقدر سهولت برایشون وجود داره هرچند مشکلات اساسی چیزهاییست که آقای بگفتی آقای مسعود گفته شد مثلا بس سیاسی بود که مطرح کردن زه فکر که ما در افغانستان خصوصی سکتور پدی که شک نشته در خصوصی سکتور افغانستان سر پایسی په دQtGui رسو کالونو کې وکانده و کاندې و نړۍ د نوی پیسې ساروزیر شو افغانستان اقتصاده خو لبا ده مرغه دغه پیسې ته یو دغه سرمایې ته دولت د وخت دغه ته جهات ور نه شوای کړی چې دغه سرمایه منسجمه کده دغه سرمایې نه کار وکړي موږ ګور په دغه هیوا کې مزه کسمر ډیر لرو د سرمایه‌دار په وک کې مزه کاور تا ور نه کړا سرمایه‌داري تشويق نکو ځې مثالونه ژوندۍ درته وایمه ګوره موغ د افغانستون صنعتکارانو د په دغه دوه برشلو کولو کې موګه مش بیلانس ور کړای امه شپ په دغه هغه باندې په دې برلاسه باندې ار ار و ځبه مخکښ کولو در حال کې الته بل طرفه پیسې پا پا را روانې وي لکه سیل پیسې را روانې وي چې هغه دولت مصرفولای نه شوي زوائد مصرف بنو او موګه به د گریون نیولې او ار, آر و چاله ته ټیکس کم ورکړای الا تور پیسې کم ورکړی الا او ټیکس نه دی باندې کې حتی په 15000 افغاني زمو ګامکورون به ممنول خروش کول الته پیسې ور سره وغه استعمالولای نشوای د مو د پیسې بس درګرته زوړولوی منزور دا وای چې د سرمایې ته جهت ور نشوای کړای چا چې د افغان نانو سرمایې ته جهت ور کو تو سوزبکستان ولیدو تاسو د دبي ویلي ده په اول قدم کې تاسو ترکیه ویلي ده په اول قدم کې که زه درته وایم په د اوس په ترکیه کې کار باز کم دی موږ 20 لک هوادوال تانه ترکیه ته تللي که هاري وه هوادوال زمور لزر ډالر د ځان سره ویلي وي ته فکر وکړه د 20 میلیارډ ډالر دا کېږي که لزر ډالر خو بالکل نه دی وړي هاري و چې ویلي وي کم چې وړي دورانې درې چالو لکه ته 5 لک ډالر یې ویلي یو میلیون ډالر د ځان سره ویلي زه که چې په 20 لک خو یې کور خسته هر کم اس کم په ونی له خو یو کور خسته چالت ویزا او اقامه او د شاون خستي نو کداغه پیسې ته حساب کې کم اس کم شل دیرش میلیار د ډالر د افغانستان د اقتصاد اندازه وته لی ووس په کار د از موه ود والتا چې دغه پیسې او دالته د زارپیات د دې دې موګری ود والو سره یا نو چې دوی وکولای شي چې لو اقل په هیوط کې دا ولاګوي کبه وو مزکه بنو مزکب قیامت وا دی غله د پوره دی چور د پوره د غصب د پوره مزکې و د صناعت پوره یوټو ټائم ځکه نو زړه افغانستان د صنایې و د معدن دي خونې رئیس پدغه دم را وخت کی دولت ته افغانستان چې مزکه توزی کړي او جومی جون یو جمع محمد برای محمدی پورتي مختل درست گذشته گذشت هالا در شرایط فعلی شرایط هم مساېد اسه زمینه برا شومو په ووس شرایط تو کې هم د تیر نو باید مو الهام واخلو کګه د افغانستان سرمایه‌ګزاران دی ما اخلاقی مسولیت په مقابل د هوادوالو کې لري ځکه چې په ګرکمتی وه دا پوره د مراته اسلامي د دغه دغه تاګلار نه چې د سنندکارانو ته ولاو کاغه وزیر ورور او ولاو کاغه صدر اعظم ورور او ولاو کاغه د دریش جمهور ورور او پیسې ارڅو چې پر لار پیدا کړي وي په کمپاین کې پر زبالو کې اټي ورته ونویل دای ډیر دی کار وکوه وک انکه شیخ صاحب ته موږ ورغلی وو شیخ صاحب امده خبر وکا چې ګوره زما ټول تعارف کړی ا تاسو مول دي تاسو جوړی داد ارتم چې کیڑی خلاص شو ګورم موږ تاسو دال ته په دې ملکی یو کاسه د افغانستان توور ور وکای یو کاسه چې ما ته امارات لاس رچولای زه دې په نه کړم خداخه کړدی دا زکه کړدی چې افغانان په 15 سرورونه کیږي کدا انتقامجوی راشي او پدغي کې خدای حاضر ووجود دي اول ورځ یې نموه کوشش کړي او ټاکلې سنایو کوشش کړي چې سرمایه‌دار راولې دي ملک ته اکرزی حساب وخت کې خبر کړي وای چې د پیسې برونته ما وړي دلته کې مصرفوي والا وځي چې وڅ فکر کوم دې نه خبر یې کړي وای چې د پیسې برونته نه وای وړي دلته وای افغانستان بغوز دولت نه لرو د استادمشته د ټول وادول مو خبر اوروي حقیقت ته وایم د افغانستان د اقتصاده تاسو یقین وکړي یو ټریلیون یو 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 پوهې ځالويک بلیوناش 1510 بلینه ډالر وو واتل دغه 15 بلینه ډالر چې په افغانستان کې کارول شي وي موږ غیږ غام نه لرو هیڅ غام نه لرو دا پیسې تاسو ګورئ غاترین سرمایې په دوبه کې موږ وکړه په پا پا پاکستان کې موږ وکړه په هند کې موږ افغانانو سرمایه‌ګوزی کړي په چین کې موږ افغانانو سرمایه‌ګوزی کړي په دغه زباکستان کې د پلیټ فارم غو خلکو داسې جوړ کو, کو چې موږ سرمایې ته جهت ورکړای شو شوې د موږ در دلتا ګوره په افغانستان کې و چې څو څو کوچي او بیگانه د یو بل ملک لروشی بس په دې تیغو تیغو یولو هغه ورای اقامت درته در 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 دارک مزه کای درته دارک داسې سرمایته داسې خلک جهاتول کیږي زموږ هیله ده د دا امارات اسلامي د مشران نه چدې دغه تیرونه موږ او تاسو الهام واخلو امدهغه پالیسی مخکې بوزو سرمایه‌ګزان خپل تشویق <applause> کو چې راشي دلته سرمایه‌ګزاري او سرمایه‌ګزان د خوده په حاضر کو پدې ملک یې پایيږي ګټلی روښی شي خپل وطن یې دی عزت یې په دې وطن کې دی د افغانانو نه ګورې مو د هيله داده دغه داخلي تولیدات د افغانان باید واخلي تتروسه پوری مخ په دغه فکر یو چې د احلیتا ولید نه خلک ولی ولی د داخلي مسته وشو دي نه خلک ولی داخلي میوان خلک په دغه ځکه چې تاسو وګورئ د تامن پروټیټو لا مونخه خوري او دغه سرکاري ورسې دیمو ګلاس ورڅې د ټوټ خو وخوري خو د دنیا استفاده وکي دا مسولیت د غونډه افغانانو دی ک ملک جوړاونه وی ک ملک جوړاونه نه وی نو ځتی خو بس د خودکوشه بګانه پروري د باب تباہ و برباد بو پدې کې باید د غدری جهات له اوسه سوار کو د افغانستان خلک د افغانستان سرمایدار در افغانستان اسلامی امارت مسئولین بسیار تشکر ممنون شما آقای بشیری چقدر واقعا ثبات اقتصادی برای ثبات نظام های سیاسی یا هم بگویم که قوت نظام اقتصادی یا قوت اقتصاد مردم میتونه برای حکومت ها و نظام ها قوت بخش باشه اگر مثبت باشه دیدگاه چقدر نیاز از کارهای جدی تر انجام شود و از هر راه ممکن راههایی که گریه هایی که وجود داره باید باز شود بله بدون شک در رابطه به بس و که از کجا گریه ها را بکشاییم و راه های جدید و راه های حل پیدا کنیم من فکر میکنم کنم که هسته ای مسئله را جناب استاد توضیح دادن تکرار درست نمی نظر به وقت برنامه حرف تکراری می دوم قوت اقتصادی چقدر باعث آمیانه بگویم بر مردم ما جان گرفتن دولت میشه درست امه. لازم ملزوم مانند دو خط آهن بالای دو خط آهن که اون وسیله حرکت میکنه یعنی یعنی پالیسی های اقتصادی ما و سیاست های ما باید به با شکل موازی پیش بره سیاست تضمین سیاسی تضمین آینده سیاسی امید داشتن برای آینده سیاسی یکی از عوامل استراتژیک در جهت رشد پنداشته میشه خلاصه حرفا تکراری میشن <applause> نکته جالبه که میخوایم عرض کنم خدمت شما ما میبینم در افغانستان ما همه چیز داریم قاطی میکنیم مثل که مثال انکشاف توسعه رو برتون دادم در اقتصاد بازار سکتور خصوصی درست است که یک زل است ولی هم پرو نشد افغانستان میبینم خیلی پرو شده در آمریکا سکتور خصوصی دولت برشت این تکلیف میکنه بر سکتور خصی دولت پالیسی میسازه ای به ایمانای نیست که سکتور خصوصی رو تشویق کنیم بیای سرمایه کنه هلکی هر که دلش خواست یا ببینن که در یک کالات فایده است همشان برند فابریکه مو کالا بسازن نه نظر به جو حاکم مملکت نظر به مزیت های نسبی مملکت دولت در اقتصاد بازار پالیسی میسازه بر برای سکتور خصوصی پالیسی را پیشکش بکنه که اگر مزیت بنابر این پالیسی میبینی بیا سرمایه گذاری تشکر او. میکنم سپاس آقای بشیری آقای کمیزاده و آقای مسعود از حضور ارسه مهمان و گرامی و از شما بیننده ها که بیننده محور بودین همینجا رسیدیم به پایان برنامه شب بخیر